جام جهان نما، جهان را بر من نمایان کن و از هر آنچه در خود داری آگاهم ساز. من تو را از چنگ دیوان بیدادگر اهریمنی آزاد کردم، اکنون یاریم کن تا با سرشتی پاک به همراهی مردم در آمده و زشتی ها را از میان بردارم. من در تو میبینم روزگار باشکوه خیش را که تاج زرین بر سر نهاده و بر تخت پادشاهی این سرزمین مردمان را به سوی خیش میخوانم. من این روز فرخنده را نوروز مینامم، باشد که ایزد یکتا را از کرده خود خوشنود گردانم. آتشدان‌ها را بیافروزید و بر طبل‌ها بکوبید تا روزگار نو به پا کنید. اینک چون آغاز فصل بهار و دمیدن جان در مرغزار و سبزه‌زار است، این روز فرخنده را نوروز می‌نامیم. بر شما هرچه بخواهید از سوی یزدان پاک ارزانی است، پس برانچه شما را روا داشته وی را سپاس گویید و دادگر آسمان ها و زمین را ستایش کنید. خداوند نگهبان جان و مال شماست. اکنون چون تو را در دست خیش دارم، هیچ کس را یارای در افتادن با من نیست. اگر خداوند یاریم کند، به زودی من پادشاه جهانیان خواهم شد. بدانید ای مردم که امروز را چو آغاز فصل بهار است نوروز نامیدیم تا هر چیز را از نو آغاز کنیم. اکنون با فرا رسیدن بهار، یزدان پاک مرگ را از میان شما برچیده و اندوه و درد را فرو نشانده است. این روز را گرامی دارید و یزدان پاک را ستایش فراوان گویید. من پادشاه شما هستم و جز نیکی چیز دیگری برای شما نمیخواهم. از فرمان من پیروی کنید و آگاه باشید هر یک از شما را با من سر ستیز باشد، خشم خدا را برانگیخته و به سیلاب فنا فرو رفته است. من پادشاه کران تا کران این سرزمینم. از این پس گورستان‌ها را گلستان می‌کنیم و شما پیوسته جوان و شاداب خواهید بود. درد و بیماری از میان شما رخت بسته و آنچه که دارید هر روز فزون می‌گردد. اکنون این سرزمین از آن من است و من از آن شما. من کاخهای بسیار بنا کردم و هر آنچه که از ثروت خیش دارم ارزانی شما خواهد بود. ما بر جهان پادشاهی میکنیم. جهان در دستان ماست. هر جنبنده‌ای در برابر من سر فرو خواهد آورد و کسی را یارای سرپیچی نیست. اگر چنین است، پس چرا چون خداوندگار بر مردمان خدایی نکنیم؟ این مردمان ساده‌اندیش که سراپا گوشند و زبان در کام خیش فرو بردند. اکنون بدانید که من گنجینه‌ای بر شما روا داشتم و آن را چو قطره باران که بر زمین فرو افتد و خاک خشک را زندگی بخشد بر شما ارزانی خواهم داشت. از این گنجینه بهره‌مند گردید و روزگار خیش را به خوشی بگذرانید. من ابلیس مرگ را برانداخته و شما را زندگی جاوید می‌بخشم.
من با توان خیش گرمای خورشید را صد چندان کرده و بر آسمان و زمین پادشاهی می‌کنم. اکنون ای جام جهان نما بر من نمایان کن آنچه را که پنهان است و مرا رهنمون باش تا نیروی جهان بر دست گرفته و بر سرزمین های بیشمار دیگر نیز پادشاهی کنم و آنان را از آن خود گردانم. اینک آن دم رسیده تا جهانیان بدانند نیروی پادشاهی بر آنان از آن من است و هیچ کس را توان بداندیشی بر من نیست. ای جام جهان نما بر من روشن کن چه کسی رأی به دشمنی با جمشید در سر دارد تا بیدرنگ او را سرنگون ساخته و نیروی خیش را از آنچه هست فزونتر کنم. آری میخواهم که مرا یاری کنی. کیستی و چگونه پاک در قصر من نهادی؟ مگر نمی دانستی که جمشید کیست؟ زبان باز کن تا تو را به خشم خیش گرفتار نکردم. آه، دانستم از پی ثروتی که امروز به مردمان روا داشتم آمده ای. اگر چنین است اندکی دیر رسیده ای. بهتر بود همان دم بودی و از آن زر ناب می بردی. حال بگو بدانم که که هستی. ای جمشید، تو در چنگال دیو پلید کردار خیش به بند افتاده ای و هر دم تو را به ژرفای سیاه چال نیستی می کشاند. تو کیستی که چنین گزاف سخن می گویی؟ ننگ بر تو باد که مرا نمی شناسی. اکنون در این جام جهان نمای خیش بنگر تا بدانی کیستم و از چه سخن می گویم. تو را بسیار خودخواه می بینم که بر توانای خیش می بادی، آنگونه که خداوندگار را فراموش کرده و پای در گرداب نابودی نهاده ای. تو در طوفان بلا گرفتار و اسیر گرداب کردار خیش گشته ای. جمشید مرا بنگر که سراپا تو هستم، آنسان که گویی بر آب پاک و زلال می نگری. آری براستی تو چنان من هستی که در برابرم قد براه راشته و بر من خیره گشته است. در باورم نمی گنجد. ای جمشید، من سرشت پاک تو هم. تو را این جام خیره کرده و خشم یزدان پاک را برانگیخته است. بدان که با من در ستیزی. رنگ کنه ای اخریمن، من خود سرشت پاک خیشتن را در دست دارم و هیچ کس را توانی ایستادن در برابر من نیست. آنچه او گفت دروغ است، دروغ. ای یزدان پاک، مرا یاری کن. یاریم کن تا سرشت ناپاک را از خیش دور گردانم و با یاری تو بر مردمان پادشاهی کنم که پادشاهی بر آنان از آن من است. اکنون یزدان پاک صدای مرا خواهد شنید و از گناهانم خواهد گذشت. حال تن خویش بدین آب پاک و زلال خواهم شست تا مردمان نیز باور کنند که جمشید از هر زشتی و ناپاکی بدور است و بیش از خویش بر من بندگی خود را روا دارند. از این پس چنان خواهم کرد که به هر سو بنگرند مرا آنجا ببینند و سر به خاک فرو آورند و بندگی کنند، که این تنها در خور پادشاه بزرگی چون من است.
و جهانیان سر بر بندگیش نهاده و او را درود و صد سپاس می‌گویند. گویا نمیدانید چه کسی در برابر شماست که اینگونه ایستاده اید و بر او سر فرود نیاورده اید. با شما هستم، زبان از کامتان بیرون کشیدند یا از دهشت و ترس بر جای میخکوب گشته اید؟ گستاخی ما را ببخشایید، فرزندم جوان است و خام. پدر، آنچه در دل داری بگو. چرا چون دیگران سخن خیش بر دل نهیم و دروغ بر زبان جاری کنیم؟ زبان فرو کشیدن بهتر از تا سر خیش به باد دهیم. کسی را یارای گستاخی در برابر جمشید نیست پسر. اما پدر، این کرده از آن مردمان آزاد نیست. ای جمشید، تو را نیرو و توانی نیست که هر چه داری از آن گوی داری، و چون گوی را از تو گیرند هیچ نیستی. این را همگان می‌دانند. مگر جز این است که من با توانمندی و دلیری خیش در نبرد با دیوان پلید وارد گشتم و چون بران پیروز گشتم، جام جهان نما را به چنگ آوردم. تو از کرده خیش 200 چندان ساخته ای و آن دیو مردمان را به دام افکنده و خود را خداوندگار آنان میشماری. بدان ما بندگان خدای یکتایی. خاموش باش ای جوانک نادان، من بر شما زندگانی را ارزانی داشتم و شما را بخشش بسیار دادم، حالان که هیچ نداشته ای و در نادانی و ناتوانی دست و پا می زدی. من سرزمین شما را آباد کردم و شما باید بر من. بدان و آگاه باش که هرچه هست در دست خداوندگار دانایی است. ای کاش در آن چه توان توست قطره ای از سرشت یزدان هویدا بود، لیک تو را جام جهان نمایت در کام نادانی فرو کشنده. هیچ نوری بر دل سیاحت نمیتابد و بر چهرت رنگ پلیدی نشسته است. تو بخشش خداوند را از آن خود میدانی و چنین پنداشته ای که بر مردم بخشش. ای پادشاه جهانیان، فرزندم جوان است و نادان، گستاخیش را به بزرگی خود ببخشایید. باور کنید آنچه او میگوید من نیز همکنون میشنوم و خود نیز باور ندارم. آری بیگمان او جوان است و نادان، سخن یاوه میگوید و جمشید را نمیشناسد. های از سنگ سخت کوه چهره ای از من ساخته و در مقابل دیدگان مردم قرار دهید و بر پیکر تراشان و چهره سازان فرمان دهید از چهره ام بسیار بیافرینم. این پیام جمشید است به مردم. از این پس پرده های از چهره خیش در سراسر این سرزمین پهناور آویخته خواهیم کرد و بر شماست که با دیدن آن پرده ها و چهره ها بر ما درود و سپاس فراوان فرستید و سر بندگی فرود آورید. هر یک از شما از این دستور سرپیچی نماید از بدخواهان و اهریمنان است. گوییم که سخن جمشید بر مردم بسیار گران آمده و سر ناسپاسی دارند. ما آنچه او خواست انجام می دهیم، نه بیش و نه کم. اگر خشم مردمان فرو نیفتد، جمشید را به نابودی می کشاند. چاره دیگر نیست، فرمان چنین بود، ما هم خواندیم. بیش از این نیز بر ما روا نبوده و نخواهد بود. بگذار هرچه پیش آمده است همان شود.
بنگر که جمشید چون آهن گداخته خشمگین است و بدین سوی می آید. بیگمان از خشم مردم بهراس افتاده و ترس بر او چیره گشته است. خاموش، به گوش باشید ای سربازان من. همینک اهریمنی بر دل مردمان نشسته و آنان را به بیراه کشانده است. اگر چنین باشد، هر کس که ناسپاسی کند در سیاه چال می اندازد. اندکی درنگ کنید سرورم. سخنت را بگوی سردار، از چه می خواهی بگویی؟ سرورم، مردمانی که در بیرون قصر ایستاده‌اند بسیارند و ما در برابرشان اندکیم. اگر خیال شورش در سر داشته باشند، ما را توان ایستادگی نیست. بهتران است که شما خود برانان سخن گویید. آری چنین خواهم کرد و همکنون خود برانان سخن خواهم گفت. باشید مردم، شما را چه می شود؟ این ناسپاسی شما از چشمان من دور نخواهد ماند. مگر فراموش کرده اید جمشید را که بر هر چه بخواهد فرمان می دهد و همه از او فرمان بردارند. اگر او بخواهد خورشید را در آسمان نگه می دارد و زمین را می شکافد. دارید ببارد، مگر نمیدانید زمین ها خشکیده و تشنه باران است. مرا توان فرمان دادن به باران نیست. بیگمان اگر همچنان ببارد در نزد مردمان رسوا خواهم شد. به راستی که گوی این روز را بر من نمایان کرده بود، لیک بدان اندیشه نکرد. مردم، این خشم خداوند است بر شما که چنین بر من خیره گشته اید و رخت ناسپاسی برده اید. از آنچه بر من روا داشته اید رو گردانید، شاید که خشم خود را از شما فرو گیرد. آری به آشیان خود پناه برید و از خداوند پوزش بخواهید.